تورا دوتا موتوری دوری دختره این دور دور میکردم. سخو گفت بزن بقید، گفتم بابا به تو چه، به من چه. یهو دیدم یارو دست جم اینجا سخو. جلالی داره میرسه به چراغ. بچه های آگاهی رد یه سری سارقو گرفتن که قرار بوده به ماشین حمله کول دستبرد بزنن. امکان درگیری یا استفاده از سلاح وجود داشته. ماموریت واگذار شد به نوکو. امروز ماشین بانک دود شد رفت. خودرسی شبیه سازی شده، رکب خوردیم. یعنی چی؟ ماشین بانکو زدن ما نفهمیدیم؟ خیلی دارین سخت میگیرین جناب سروان. سخت‌تر از اینم میشه. همه‌شو داره دروغ میگه. چی دروغ میگه؟ میگه زنگ زدم 110. اصلا هیچ تماسی ثبت نشده. همون کاری رو کن که بهت گفتم. اتوبوس؟ گوش. ماشین رو سگو طرف اتوبوس. خبه بودره نه. خبه بودره نه. وضعیت مربوط است به گروگانگیری شهروندان زن و مرد، پیر و جوان، با تعداد نامعلوم، هویت نامعلوم توی دستگاه اتوبوس شرکت واحد. هر 10 ساله یکی از اینا رو میندازه زمین. حالیتونه؟ 1 2 ساکت شو کن.
اجازه تو نمی کنم. فهمیدی؟ هیچی اجازه تو نخوره. من شوخی ندارم. ساکت! جلال جلال یک، در خط سیر کاروان فاصله امن رو حفظ میکنی. ببین چی میگم؟ اتومبیل شاسی بلند ابتدای کاروان، اتوبوس شرکت واحد انتهای کاروان، کامیون حامل وسط این دو خودرو قرار گرفته. مفهوم بود؟ دریافت شد جلال. چند نفر رو گروگان گرفتن؟ بیشتر از 10 نفر. چیدتش رو داره اتوبوس سپر انسانی درست کرده. با همین فرمون برید تا بهتون بگم کی، کجا، چطوری، چه کار کنید. دریافت شد. تمام. بعد از ملحق شدن گشت‌های انتظامی آماده باشید که رو اتوبوس کار کنیم. می‌خوایم ماهیگیری کنیم. گرفتی چی میگم؟ می‌ریم ماهیگیری. مفهوم بود. واحدهای حاضر در بحران 24. مقصد گروگانگیرها نامعلوم. فعلا گفتگو و مذاکره باهاشون غیر ممکنه. تکرار میکنم، مقصد گروگانگیرها نامعلوم. میریم دنبالشون، بعدم بهتون میگم که باید چی کار بکنیم. مفهوم بود؟ فعلا پشت کاروان بمونید. چیکار کنیم؟ داره میگی پیتلیک دیگه دیوونه داره میره پیتلیک. عملیات؟ بله. پلیس راهور تحت هماهنگی کلیه خط سیرهای احتمالی رو باز نگه داره. مفهوم بود؟ بگو واحدهای امدادی محور رو داشته باشن. تمام. مسیرهای احتمالی رو بررسی کن، به پلیس راهور خبر بده. داری خودت رو اذیت میکنی. امداد غرب عملیات امداد غرب. پیرو به تامین امدادی بحران در 24 وضعیت اعزام نیروها رو گزارش کنید. نسبت به مکان نمای جلال، واحدها در حرکت توی فاصله 11 کیلومتری هستن. عملیات. مفهوم بود. تمام. چرا راهور رو هماهنگ نمی‌کنی؟ پلیس بزرگراه در منطقه 24 وضعیت رو گزارش بدید. تا 500 متر جلوتر از خط سیر کاروان مسیر امنه. مسیرهای احتمالی بعدی 14 غربی، 44 غربی، 23 شمالی، 19 شرقی. دریافت شد. تمام. تمام. تقصیر تو نبود. تقصیر ما نبود. یه جای کار میرنگی. توان اونا برامون آنالیز نشده بود. اطلاعات غلط بود. الان جون اون بنده خدایی که تو اتوبوس گروگان گرفته شدن با تعیین مقصر نجات پیدا نمیکنه. کارتو بکن. جلال دو موقعیت تو اعلام کن. عملیات جلال دو از طریق 42 غربی به سمت موقعیت میری. مختصات بدید. ما تو ساعت 5 جلال هستیم با فاصله حدود 16 کیلومتر. سیستمتون رو روی تیپ تنظیم کنید. فاصلهتون 13 کیلومتر. رو ساعت 4 جلال هستید. منو تایید کنید. فاصله 13 کیلومتری، ساعت 4. تایید میشه عملیات. مفهوم تمام. این چیزایی که خط خطی کردی با این چیزایی که این گوشه نوشتی، یعنی همه چیزو گفتی دیگه. بله جانسم. یعنی همه چی تکمیله. یعنی هیچ چی رو از قلم ننداختی. چی مثلا؟ من نمیدونم. میگم اگه تکمیله میخوام پرونده رو ببندم. تکمیله. فرید جان. بچه های بازرسی اگر بیان پایین، من این پرونده رو میدم بهشون، وقت گزارش تو پرونده میمونه. اگه یه جای کار بلنگه، اونا مثل من نمیشونن با تو یک گوشه خلوت کنن، رفاقت بکنن. ببین از نظر اونا تو یا راست میگی یا دروغ. اگه راست بگی که فبا، ولی اگه دروغ بگی اونا نمیشونن نصیحتت بکنن. یعنی کارشون این نیست. کارشون اینه که به راستش برسن، که میرسن. حالا تو بیه درستش رو هم بگو، بذار شر رو بخوابونه بره به کارش. با من راستش گفتم آقا. بشین.
بس چی با چاقو زدی تو گتوه یارو؟ من؟ بشین یه با دست کورا طرفی هی مراتش میکنم که خودش مغور بیاد بر رو بر داره تو چشمای من نگاه میکنه پر رو پر رو داره دروغ میگه یارو کشوندی تو خلوه؟ خواستی باید راه بیاد راه نیومده زده به سرت تیزی رو کشیدی زدی تو کتف یارو من نزدم به خودم قسم نخور آخه من برای چی از سقا رو بزنم به خاطر اینکه چیزایی ازت دیده بود که نمیباس میدید چیزایی ازت فهمیده بود که نمیباس میفهمید اگه من زده بودم سوال و با سوال جواب نده به من قبل از اینکه بیام اینجا جمعی کدوم یکم بودم آقایی کجا آقای شاپور بچه کجایی تو مولوی کجا مولوی بچه مرغیا بس حتما بچه مالا دوست تعریف کردن چیو؟ که یه فتوی نامی تو آقای شاپور هست که بهش چی میگن؟ چپ دست نه معرفی هم شهر نیستن جناب سرور بس برو واسهشون تعریف کن چیو؟ بلایی که من امروز سرت میارم دست رو بلند کنی به حفاظت میگم رو تو دست بلند کنم یه جوری من معمول رو این حلو واسهت حل میکنم که به عقل جنم نرسه کدوم معما؟ ایشالله قبل از اینکه باوش بیاد که بگی چی شده؟ من چی شده رو یه جوری برات گزارش میکنم که تو اتوماسیون نجات تاب بخوره حالا یه چیز ازت بپرسم که کرکو برات بریزه وقتی من دارم با تو حرف میزنم سرتو بگی بالا تو چشمم نگاه کن یه چیزی ازت میپرسم که چارتاق بمونه که این افسر چهار ستاره چی و به چی ربط داده با چی دفتر ترابری رو آتیش زدی؟ دفتر ترابری رو چی آتیش زدی؟ جلال یک، تحت اختیار به آرایش در میاد. مفهوم. جلال یک، قلاوا رو بندازی تیری ماهیگیری. هلاپیما صدا رو میشنوی بابا؟ پیمان گلوم پاره شد جواب بده صدامو میشنوی میلا اینا اومدن بغلم میخوان منو بزنن دست با چه نشو بابا چرا انقدر ترسیدی اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن این همه آدم دستمونه آره مال این حرفا نیستن عددی نیستن به ماهیا خوراک بدین تومه ها تکون بخورید ببین چقدر کار بزرگی کردیم که واسه اون هلی فرستادن خیلی لاتیه پسر ببین یارو داره چی کار میکنه میخواد منو بزنه داداش یه وقت خر نشه برو به کشتن بدی پیمانو همین را تو بگیر و برو کارشو نهشته باشی کاریمون ندارم نترس عزیزم نترس ماهیگیر موقعیت به اون شلیک شده جلال وضعیت بده مجروح داریم دستور چیه؟ به گوش باش دارم خودم کنم یکیشون تیر خورده میتونی بکشیشون بالا؟ ماهیگیر جلال بکشم میکشمتون بالا مفهوم هست؟ مفهوم بود Thank you.
هدف رو آنالیز کن. دو خروجی رو از دست دادن، تا چند دقیقه دیگه به انتهای مسیر میرسید. میتونی هدفشون رو پیش بینی کنی؟ وارد شهر نمیشن جلال. 3/5 از شمال به سمت غرب ادامه مسیر میدن. پیش بینی درست از آب در اومد. گفتم اگه اشتباه کنم. تو تحلیلگر خوبی هستی، فقط باید یکم متمرکز باشی. نذر کردم اگه همه سلامت بیرون بیان تا 3 سال صبح عاشورا شیره گرم بدم. فقط صبح عاشورا نذر نداشتی که از این به بعد اونم داری. کلیه واحدها با حفظ فاصله اجتناب از درگیری و تحریک گروگانگیرها به سمت مقصد نامعلوم ادامه مسیر بدن. واحدهای پشتیبانی. مفهوم بود جلال. جلال یک. جلال. اینا دارن کارو سخت میکنن. بعید نیست یه بلایی سر یکی از اون بند خداها بیارن که ذره چشم گرفته باشن. گزک ندی دستشون. با فاصله دنبالشون میریم. این درسته. تمام. جلال دو به همراه جلال سه و در معیت رها هماهنگ و مکان نمای محل رویداد موازی با محور خط 3 عملیات در بزرگراه تهران کرج در حرکت هستیم. نزدیک 10 میلیون تو حسابشه. یعنی واقعا نمیشد یه پرینت از حسابش بهمون بده؟ واسه همینم کلی منت گذاشت، گفت که خانم وکیل بود نمیداد. خوبه خودم همه حسابای مامانو بستم. تاریخ افتتاح حساب مال قبل از فوت مامانه. من خودم همه حسابای مامانو باز میکردم. این یکی هم خودم باید باز کرده باشم دیگه. والا بلا من روحم هم خبر نداشته. اینا شماره تلفن این سیم کارت هاست. این عددی هم که جلوشون میبینی تاریخ روشن کردن و ساعت روشن موندنشونه. میذارم اینجا اگه خواستی. مدرسه هست؟ اینا تو سنی نیستن که بشه بهشون اعتماد کرده. حواسمون بهش بود. چطوری حواستون بهش بود؟ چطوری باید حواسمون بهش می بود که نبود؟ حتما حواستون بهش بوده که الان یه بچه 12 ساله تونسته توی بانک 10 میلیون تومان پول بخوابونه. هنوز زوده برای قضاوت. خیلی وقتا منو یاد مادرمو خدا بیامرز میندازی. خدا بیامرزدش ها، ولی اونم دقیقاً عین تو همینجور موقعا لاف پوشونی میکرد. چطوری لاف پوشونی کردن؟ تو یعنی از قبل هیچی نمیدونستی؟ چی مثلا؟ اصلا دوستاشو میشناسین؟ آره. از کجا؟ تا حالا موبایلشو چک کردی؟ هیچ وقت رفتی مسیجاشو بخونی ببینی به کی مسیج میده به کی نمیده؟ تا حالا رفتی سراغ کامپیوترش ببینی توش چی داره چی نداره؟ من موندم چطوری حواستون بهش بوده فقط. من نمیفهمم این چیزا چه رفتی به ارشیا داره. کارت مامانو برداشته، داره از حساب بانکی یه متوفا استفاده میکنه. چطوری کارت افتاده دستش؟ یه جوری حرف میزنی انگار من... تو مسئولش نبودی؟ من نگهبان بودم؟ نه، ولی تو مثلا وکیلی، همه چیو چک میکنی. تو خیلی ادعات میشه، به همه امور مسلطی. حالا شانس بیاریم واقعا فقط همین باشه. چی دیگه باشه مثلا؟ همینش هم خیلیه هما خانوم. به نظرم یکی باید باش حرف بزنه. خودم باش حرف میزنم. شما یکی نه لطفاً، خواهش میکنم. یکی بعد حرف بزنه باش که بتونه زیر زبونشو بکشه. یکی که بتونیم بفهمیم قضیه چی بوده. جلال از اون میترسه؟ نمیترسه رفیقم. آخه یکی بعد اینطوری برخورد کنه که خودش 4 تا چیز بدی رو رعایت کنه. حالا جان چطوری برخورد کردم؟ پوزخند نزن برای اون وقت چی رو رعایت نمی کنم؟ به خسرو بگم باش حرف بزنه؟ تو اصلا به جلال گفتی؟ زنگ زدم بهش، تو ماموریت بود. حالا خوبه کار اداری داره و انقدر میره ماموریت. اگه پلیس واقعی بود حتما شما رو طلاق میداد. Thank you.
هر دو سوی مسیر محوطه‌های صنعتی کارخونه‌های در حال تولید یا تعطیل قرار گرفتن. یک کیلومتر آخر سرعتشون کم شده. بعید میدونم مقصد مشخصی رو دنبال کنن. دریافت شد عملیات. ممنون. واحدها آماده باشید. اعتماداً به مقصد نزدیک میشید. جلال یک. جلال یک. سرعتشون کم شده. کم کم دارن میکشن سمت راست. دارمشون. به اختیار جلال یک. اگه فرصت پیدا کردی خراب شون رو سرشون اتوبوس نجات بده. مفهوم بود؟ بله جلال، متوجه شدم. فعلا آدمای توی اتوبوس برای ما مهمن. اونا رو باید سالم بیرون بکشین. اگه فضای خالی دیدی اقدام کن. کجای پهلوون؟ کجا باست بیایم آقای مهندس؟ اینا همینجوری چسبن با ولمون نمیکنن. ولشون کنید تو جهنم همراه ما میان. داری نزدیک میشی رفیق، نترس، بیا. ترس؟ آقای مهندس ترس کدومه که اصلا لاتیه؟ اگه به خودم و بچه هم بود که همونجا قال قضیه رو کنده بودم. سرخر دست شماست که اون هی نوز سرگردون خیابونایی. یای تو غلام کجا دکه داشت؟ غلام ننه آقا؟ همون چاشونه؟ آره، غلام ننه آقا. پسر تو چه خوب یادته، اونو که میگم مرده. دکش که یادته کجا بود؟ دم همون کارخونه بزرگه. کارخونه بزرگه؟ آره اتفاقا نزدیک اونجاییم. آب باریکلا، بپیچ تو کارخونه، بعدش خودم بهت میگم بیای کجا. باش آقای مهندس، شما چایو دم کن، ما خدمت میرسیم، یعنی خدمت گذاریم. بیا. مسافرین محترم، جهت استراحت و پذیرایی میریم سمت دکه غلام ننه آقا. حالا بچسید بهشون، نذارید پشت هم قرار بگیرن. مفهوم بود؟ نذارید پشت هم قرار بگیرن. گرفتم چی شد جلال. یک دو بگوشم. بچسید به اتوبوس، میخواد جاپا درست کنه. مفهوم شد. بپیچ.
ساعت 9 شما تو فاصله حدود 100 متری یه سوله است با در زرد رنگ. حلقه اول محاصره رو شکل بده جلال دو. بله، من با شما حرف. ارشیا طوری شده؟ گفت مدیر مدرسه ارشیاست. نیم ساعت پیش از مدرسه زده بیرون. چیزی شده؟ نه. نگرانی؟ میگه گذاشته رفته از مدرسه بیرون، نگران نباشم؟ نه آخه قبل اینکه بگم ناراحت بودی، اصلا قبل اینکه برسی پای تلفن. چیزی نیست. میگم حالا خیلی هم نگران نباش، شاید رفته خونه اون دوستش که سرطان داره. کدوم دوستش؟ نمیدونم کدوم دوستش. تو از کجا میدونی؟ چی میدونی شبنم جان؟ راستش چند روز پیش بهم گفت یکی از دوستاش سرطان گرفته، بعد میخواد از کتابخونه بیمارستان یک کتاب بگیره دربارش بخونه. منم کارتامو دادم. اون وقت به من نگفتی؟ گفت نگو. شاید رفت فریادت دوستش. خدای احد و واحدی که میشناسی اینه که میگه قسم نخور فرید، راستشو بگو. آدم از گفتن حرف راست ضرر نمیکنه، مطمئن باش. خواندم راست میگن، شما ایده تهمت میزنی هشی. مشتی؟ نه بابا. باشه جناب سروان، به مرگ عزیزم میگم قسم نخور. ای بابا، حالی نمیشه قسم نخور یعنی چی؟ آخه میگه آتش سوزی کار من بوده، اونا اومدن دیدن برق اتصالی کرده. خود درست میگم برق اتصالی کرده، اما من میگم تو رفتی برق و دستکاری کردی کنجا آتیش بگیره. گند زدی، دیدی سندش اونجا حبس، گند و سند و دفتر رو همه رو هم فرستادی رفته رو هوا. مگه اونجا سقان گوا نبوده تو پاس بخش؟ دیده داری تو چه گندی میزنی؟ زدی یارو ناکار کردی. آقا به اونی که میپرستی این آماره چیه داری میبندی به من؟ شما میگه اینجوری نیست؟ نه که نبوده، نه که نیست. خب تو راستشو با هم بگو، بگو ببینیم راستش چی بوده.
زنگ زدیم پیداش کردم. خب. یکی در مورد سرطان، یکی در مورد روانگردان‌ها. روانگردان‌ها؟ بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای. میشه ببینم؟ یه اتوبوس آدمو گروگان گرفتن، زن و بچه و پیر و جوان. اگه موضوع جدی‌تر از نجات جون این آدم هاست، بگو که من در بستر اختیارتم. میخواستم حالتو بپرسم. حالا که تو زنگ زدی خوبم. خوبه، خوب، همه چی خوبه. تو خوب؟ پسر خوب؟ همه چی خوب. مرخصم قربان. مراقب خودت باش. به خدا سپردمت. از یک تایی فاصله به خیمه 30 متره. 6 تا گذرگاه داری که بچه رفتن مستقرش. سر تکتیر اندازن رفتن موزه بگیرن. سرفرم پشتیبانی بذار. شاهدای آزاد موقعیت خودتونو به جلال سه اعلام کنی. سیامک نیرواتو ببر تو اون سوله بزرگه، آماده نگهشون دار. یالی شاهدهای درگیر گوش کنن، شاهدهای درگیر گوش کنن. اعلام وضعیت بکنید و دقیقاً بگید چی میبینید. شاهد یک، داخل خیمه دید ندارم جلال، جبهه مقابل رو به طور کلی دارم. شاهد دو، 30% محبت پشتی و 100% جبهه چپو دارم، به خیمه دید ندارم. جبهه پشتی به کلی و جبهه راکس رو دارم، بخشی از داخل خیمه رو میبینم اما اونجا تحریک به چش نمیخوره. اکبر، شاهین بریم برای 6 تا شاهد جا پیدا کنی تا نقشه بیاد. یا علی ابراهیم، مهنون دست تو. دست تو رو زباشتن بجو. شما اونجا من کجا باز کنم؟ بغل من. نصف بیشتر راه رو رفتی رفی. آقای مهندس اوضاع خیلی خیت بازاره. بابا نهیدی؟ تو اون وقت میگی نصف راه رو رفتیم؟ آخرش میخواستی پولا رو برداری بری اون ور آب دیگه. الان همه چی فراهمه، خودشون کاری میکنن که بری اون ور آب. آقا میلاد اینجا رو ببین، کلی مهمون داری. تو آقا تو بخواه نگران نباش، اینا ما رو به کشتن ندن، خارج رفتن پیشکشم. به من اعتماد کن. به من اعتماد نداری؟ اگه اعتماد نداشتم که الان اینجا نبودم آقای مهندس. به من اعتماد نکنی، به کی میخوای اعتماد کنی؟ اسی بنا خفشون کن.
این رئیسشونه؟ دیوونه. شما دوتا آماده این؟ میخوای چیکار کنم؟ سرباتی ماشینی کشیدن. ببین در باز کردن شما بپرید بیرون. منم میرم سرباتی ها رو بس میکنم. فقط یه زن مشغولشو کنید. نمیبینی مگه؟ اینجا پر گروگانه. بنا تو پاشو پاشو رابیو پاشو با تو هم رابیو برو جلو اگه حرف گوش کنید هیچ اتفاقی واسه هیچ کدومتون نمیافته پیادشون کن پیادشین بدون اسلحه خدا به ما رحم کنید مگه ما چیکار کردیم؟ بگیرم دماغ کار بچه سودی با بچه سودی با عجله 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 بایی بگیرم بگیرم با آباز سلبت کن اینجا رو اینو بگیرم رابیو رابیو فیز بسته بارم گود با تگردشون کار اضافه نکنی ها خوشت اومد رابو عشق میکنی با این خل سلا حالا نوبت چیه؟ نوبت چیه؟ پولا 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 آیی نگهبان شما تشریف بیارین درو باز کن درو باز کن وقت میگه درو باز کن یعنی درو باز کن درو باز کن نگاه میکنه خیلی خوب بنا چاقو پوله نگاه بنا ازی همه هنگ کن کروکه محل به دست بیاد پرنده چی شد؟ دوربینش رو داریم ست میکنیم حضورتر بیاروش رو مانیتور دیگه جلال یک صدای چی بود؟ از توی سوله بود شاهد گزارش بدم جبهه مقابل رو به طور کلی دارم دید ندارم اما صدای جیغ و فریاد از داخل سوله واضح بود تیراندازی مستقیم به دیوارهای دیدزک رکابت کرده اما هدف رو نمیدیدم شاهد سه میتونی اصابت به گروگان ها رو تایید کنی؟ خیلی قربان زدی شما هم بگذارید. حرفتون نمیزنی. فرید دهنتو باز کن. یه چیزی بمون دیگه فرید. پلیس با شما صحبت میکنه. حالا کجاشو دیدی؟ از اینجا به بعدشو نگاه کن. این روال کاره. ما هم باید به نتیجه برسیم. پیش گفتم شاید دستت بند بشه. خانم محمد خان. بکشید عقب. تو چرا مدرسه نرفتی؟ حالا خونه هم بودم. سقا مارد سرشو بگیر بالا